حالا بریم پیشی خوشگلمون با جوجومون رو رنگ کنیم که جوجو رو رنگ زرد میکنیم و اگر که بچه مداد شمعی شما قبلا استفاده شده حتما با دستمال پاک کنید و بعد شروع کنید به رنگ کردن، چون که رنگ زرد زود رنگ میگیره و اگر که سر مداد شمعی رنگ دیگه ای باشه مثل مشکی، نارنجی، قهوه‌ای، بعد رنگ زرد شما خراب میشه. پس حتما با دستمال پاک میکنیم و بعد شروع میکنیم به کشیدن. نگاه کنید، الان من دارم بالهای جوجو رو رنگ میکنم. وقتی که با مداد شمعی رنگ میکنید خیلی سریعتر تموم میشه. و حالا بریم سراغ مرحله بعدی که هر رنگی که شما دوست داشتین میتونین انجام بدین. من نارنجی رو انتخاب کردم برای موهای جوجومون. نگاه کنین چقدر داره قشنگ میشه. حالا اگه جوجه مو بچه ها بره توی آینه خودشو نگاه کنه میگه من چقدر خوشگل شدم، چه رنگ قشنگی دارم. اینا همین رنگایی که شما رنگش میکنید. جوجو ما حسابی خوشحال میشه و الانم که دوست گربمونه. بعد از این که یه قسمتی از رنگ انجام دادیم میایم با دستمال خورده های رنگ میفرستیم خونه شما، میگیم برید خونه تون که ما کلی کار داریم، شما نباید روی کاغذ ما باشید. سر مداد شمعی رو دوباره پاک میکنیم که رنگی نباشه و صورت جوجومون رو دوباره شروع میکنیم به رنگ کردن تا جوجو ما حسابی خوشحال بشه، بگه وای چقدر من خوشگل شدم و میره با گربه کلی بازی میکنه. پس بریم کامل رنگش کنیم. فقط بچه ها مراقب باشین که چشم و نوک جوجو رو رنگ نکنین دا، چون خودش رنگ داره، فقط صورت جوجو رو رنگ میکنی. حالا بریم سراغ رنگ کردن گوش گربمون که با ماژیک میتونیم رنگش کنیم و همین که شما با مداد شمعی هم میتونید رنگ کنید، هیچ فرقی نمیکنه. فقط ما از چند تا وسیله استفاده میکنیم که شما ببینید که اگر که کسی هم حتی مداد شمعی نداره میتونه ماژیک رو امتحان کنه و اگرم کسی ماژیک نداره میتونه مداد شمعی رو امتحان کنه. پس ما هر دو رو روی نقاشی اجرا میکنیم تا شما ببینید.
و هر کدوم که دوست داشتین میتونید کار کنید. چی گفتی پیشی؟ بچه ها میگه داخل گوش من نارنجی تیره تر کنید چون خیلی قشنگ تر میشه. پس بریم رنگ کنیم ببینیم چه شکلی میشه. وای بچه ها راست میگه، پیشمون خیلی خوشگل شد. حالا که قشنگ شد میریم داخل بدنشم رنگ میکنیم. زبونش چه رنگیه؟ اگه گفتین بچه ها؟ بله قرمزه. زبونش هم با ماژیک قرمز میکنیم و بعد حالا میریم سراغ صورتش. صورتش رو چه رنگی میکنیم؟ صورتش رو نارنجی میکنیم با مداشمه یا پاستل روغنی. کامل صورتش رو رنگ میکنیم. فقط ما مراقبیم که چشم و ابرو و بینی یا دهنش رنگی نشه، چون که اونا خودشون رنگ دارن. فقط باید صورتش رنگ کنیم تا پیشی ما حسابی خوشگل بشه.
بعد از این که صورتش رنگ کردیم میریم سراغ بدنش. بدنش هم همین رنگ میکنیم، کامل با مداد شمعی رنگ میکنیم تا پیشی ما حسابی خوشحال بشه و بره با جوجو کلی بازی کنه. بچه ها زیر دست من چیه؟ درسته، یه دونه کاغذه که دست من رنگی نشه، کاغذمون رنگی نشه و نقاشمون رو حسابی رنگ کنیم و خوشگلش کنیم. پس حتما بچه ها زیر دستتون یه دونه کاغذ قرار بدین که نقاشیتون خراب نشه و یه نقاشی خوشگل و قشنگ کار کنیم. بعد از این که بدن گربه‌مون رو رنگ کردیم میریم سراغ اگه گفتیم دوم گربه‌مون. با ماژیک میتونیم سر دوم گربه رو صورتی کنیم یا بچه‌ها هر رنگی که دوست داشتین شما هم میتونین انجام بدین، هیچ فرقی نمی‌کنه. و بعد خود دوم گربه رو یه رنگ دیگه میکنیم.
بچه ها میتونیم دوم گربه رو حتی بهش نقش بدیم، خوشگلترش کنیم. میتونیم به صورت نیم دایره با قرمز روی دوم گربه نقاشی کنیم. حالا گربه و جوجه ما کجا هستن؟ فکر کنم توی منظره یا پارکی هستن. پس میای با سبز تیره یا روشن براشون چمن میکشیم که خیلی راحته بچه ها. از پایین به بالا، از بالا به پایین شروع میکنیم به رنگ کردن. نگاه کنید چقدر راحت چمن میکشیم. حتما هم با مداد شمعی رنگ کنید که کارتون قشنگتر بشه و سرعت بالاتری داره. خیلی راحت میتونید سریع رنگ کنید. خب به نظرتون چیز دیگه هم اضافه کنیم؟ آره، میتونیم بهش شکوفه یا گل اضافه کنیم که به صورت دایره دایره کنار همدیگه میکشیم. نگاه کنید. اون طرف گربم همینجور بچه ها شروع میکنیم به کشیدن چمن و بعد بهش گل یا شکوفه هم اضافه میکنیم. چقدر نقاشیمون قشنگ شد. حالا تو آسمون چی بکشیم؟ آفرین، درسته. ابر کار میکنیم. با خطای منحنی یا ابر مانند شروع میکنیم به کشیدن ابر. هر چقدر که دوست داشتین بچه ها میتونین ابر بکشین و بعد داخلش هم رنگ میکنیم. زمانی که میخواین ابر رو رنگ کنید با مداد شمعی به صورت دایره دایره ای رنگ میکنیم. نگاه کنید، گردی گردی گردی، یادتونه؟ پس ابر هم همینجوری رنگ میکنیم، به صورت دورانی گردی گردی کل ابرمون رو کامل رنگ میکنیم. وای بچه چقدر خوشگل شد نقاشیمون. حتما ابر رو کامل کنید ببینیم چه شکلی میشه.
حتی بچه‌ها میتونید ابرتون هم سایه روشن کار کنید، یعنی که کامل یه دونه آبی بی رنگ نقاشی کنید و بعد روی همون آبی بی رنگ یه دونه آبی پررنگ بکشین، که البته اینا سلیقه‌ایه، من فقط انجام میدم تا شما ببینید و اگر که دوست داشتید مثلا میتونید حالت سایه روشن هم کار کنید، یا حالت تیره روشن یا برعکس روشن تیره اینجوری بکشید. ابرا چقدر قشنگ شدن، کامل رنگشون کردیم. خب حالا کنار بال جوجومون هم میایم یه کمی نارنجی میکنیم که جوجو ما حسابی خوشحال بشه و ذوق کنه، بگه وای من جوجه طلایی با بالهای خوشگل خوشگل، ببینید چقدر قشنگ شد، چه نقاشی خوشگلی کار کردیم. گربه و جوجومون حسابی ذوق کردند و خوشحالن، چون میگن ما خیلی خوشگل شدیم. بچه منم خیلی خوشحالم چون با شما نقاشی کشیدم. پس بود دوباره نقاشیده به خانواده نشون بده، خالتی دوستتون داره.